به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و دانش گرامی و محترم فرادرس بنده پیام اشتیاقی دانشجوی رشته مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم بسیار مفتخرم که با دوره آموزشی PLC میتسوبیشی که برای مجموعه فرادرس تهیه شده در خدمت شما همراهان گرامی هستم دوره آموزشی PLC میتسوبیشی در درس اول و در بخش اولان میخوایم به معرفی PLC ها بپردازیم. این درس از سه بخش تشکیل شده که من اینجا میخوام معرفی کنم این بخش رو. در بخش اول ابتدا به تاریخچه در مورد PLC ها اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم بخش های اصلی PLC رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد و در بخش آخر یک مقایسه کلی بین PLC ها و سیستم های ریلی و کنتاکتوری خواهیم داشت. ابتدا میپردازیم به تاریخچه در مورد PLC. امروز در بین کشورهای صنعتی رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر فرایندهای تولید وجود دارد. که مدیران و مسئولان در این کشورها رو بر آن داشته که بیان مثلا در کنترل فرایندها از تجهیزاتی استفاده کنند که سرعت و دقت عمل بالایی داشته باشه برای این منظور پیلسی ها اختراع شدند PLC مخفف عبارت پروگرامیبل لاجیک کنترلر به معنای کنترل کننده منطقی برنامه پذیر یک کنترل کننده دیجیتاله که در واقع در بخش صنعت و در بخش اتوماسیون به منظور کنترل فرایندهای صنعتی روباتیک و اگه بخوایم یه مثال دیگه بزنم کنترل خطوط مونتاژ یا کلی تر بگیم هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابلیت اطمینان بالا داشته باشه از PLC استفاده میشه با پیشرفت تکنولوژی در دهه هفتاد برقراری ارتباط نیز به PLC ها اضافه شده که در این تصویر ملاحظه می‌فرمایید PLC ها به همراه ماژول ها یا PLC های دیگر به همدیگه متصل شدند که در اکثر موارد نیازه که PLC ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به یک کامپیوتر مرکزی متصل بشن که این ارتباط در سیستم های پیچیده استفاده میشه و کنترل فرایند را با دقت و سرعت بالا انجام میده در نتیجه در صنعت امروزی این PLC ها بسیار گسترده شدند و در برندها و مدل های مختلف به بازار عرضه می شند. در واقع می تونیم بگیم مغز سیستم اتوماسیون امروزی به عهده کنترلر های PLC هستش. در بخش دوم اینجا در ادامه تاریخچه PLC می پردازیم به چند تا از ویژگی هایی که PLC ها دارند. خب اولین ویژگی تعمیر و نگهداری آسان هست. قابلیت اطمینان بیشتر در یک محیط صنعتی، ابعاد کوچکتر نسبت به معادل خود یعنی رله و مقروم به صرف بودن در مقایسه با سیستم های البته PLC ال ها ویژگی های بسیار زیادی دارند که میتونیم بر فرض مثال به برنامه پذیر بودن آنها هم اشاره کنیم. که من برای مثال این چارتار رو اینجا آوردم و همونطور که اشاره کردم ویژگی هاشون بسیار زیاد هستش. خب در ادامه حالا وقتی که ما میخوایم با رله ها و کنتاکتور ها مقایسه کنیم خواهید دید که PLC ها چقدر ویژگی های فراوانی دارن. خب در این قسمت میپردازیم به معرفی بخش های اصلی PLC. PLC ها از چهار بخش عمده و اساسی تشکیل میشن که اینجا اولی واحد پردازش اطلاعات یا CPU هست دومی بخش ورودی ها سومی بخش خروجی ها و چهارمی منبع تغذیه خب این تصویر رو ملاحظه بفرمایید ماژول ورودی ماژول خروجی واحد پردازش اطلاعات یا CPU و منبع تغذیه خب شما فرض کنید که من در ورودی یک شستی دارم که با استفاده از این شستی یا کلید، میخوام در خروجی یک لامپ رو روشن کنم. خب، این ارتباط توسط CPU یا واحد پردازش اطلاعات انجام میشه. خب، به چه صورت انجام میشه؟ شما دستوری که در ورودی ارسال میکنید و در واقع ورودی رو از یک وضعیت به یک وضعیت دیگر میبرید، این وضعیت ارسال میشه به واحد پردازش اطلاعات و اینجا، وقتی که اطلاعات پردازش شد با برنامه که شما نوشتید و به PLC تون دانلود کردید اینجا CPU تشخیص میده بر فرض مثال شما تو برنامه نوشتید زمانی که شستی استارت از حالت صفر به حالت یک میره برنامه بیاد در خروجی لامپ رو روشن کنه در نتیجه CPU این پردازش رو انجام میده طبق برنامه که بهش دادید این ورودی رو دریافت میکنه و در خروجی دوباره طبق همون برنامه براتون یک کاری انجام میده. یعنی در واقع این ارتباط به این صورت هست. حالا منبع تغذیه هم که کارش قاعدتا بسیار واضح و روشنه برای ورودی ها و خود سی حتما باید منبع تغذیه باشه جریان برق برسه تا بتونیم عملیات رو انجام بدیم. خب در بخش بعدی و بخش آخر این درس مقایسه پی ال سی با سیستم های رلی رو خواهیم داشت. و میخوایم ببینیم که چرا PLC ها اختراع شدن دلیل اختراع و استفاده از PLC و جایگزینی PLC به جای رله و کنتاکتور چی هست خب اینجا من یه سری ویژگی آوردم که میخوایم اینا رو با همدیگه بررسی کنیم برای PLC و رله اولین ویژگی قیمت در ازای کار است هست که برای PLC و رله هر دوتاشون پایین هستند. دومین ویژگی سایز فیزیکی قاعدتا سایز فیزیکی در PLC بسیار کامپکت و یک پارچه است ولی در رله بزرگ هستش سایز فیزیکی خب قاعدتا مشخصه دیگه تجهیزاتی که در رله ها و کنتاکتورها ها هستند بزرگن نسبت به PLC که بسیار جمع و جور و یک پارچه هستش سرعت عملیاتی در PLC ها سریع و تند به دلیل عملکرد الکتریکی و الکترونیکی ولی در رله ها به خاطر عملکرد مکانیکی سرعتشون کند هستش. خب مقاومت در برابر نویزهای الکتریکی در رله ها بهتره چرا که رله ها بیشتر عملکرد مکانیکی دارن تا الکتریکی ولی PLC ها هم عملکردشون خوبه یعنی بد نیست. مقاومت خوبی دارن در برابر نویز ولی نسبت به رله ها این عملکرد پایینتره چون PLC ها بیشتر به صورت مدارات الکترونیکی هستن که نویس های الکتریکیشون در واقع زیاد هستش خب ویژگی بعدی راه هستش که PLC ها راه شون با استفاده از برنامه نویسی هست که برنامه نویسی آسان هستش ولی در رله ها راه اندازی به وسیله سیمکشی و اتصالات هست که این قاعده و پروسه زمان بر هستش البته رله ای که اینجا ما میخوایم در واقع داریم بررسیش میکنیم رله های مکانیکی هستند نه رله های الکتریکی اینو اشتباه متوجه نشید چون رله هایی که امروزه دارن تولید میشن بر فرض مثال رله های زیمنسی که دارن تولید میشن با استفاده از نرم افزار دیگزی طراحی میشن و اونا هم برنامه نویسی دارن در نتیجه این رله که اینجا ما مثال زدیم رله های مکانیکی و کنتاکتورها ها هستن در نتیجه برنامه نویسی ندارن برای راه حتما باید سیمکشی و در واقع اتصالات رو برقرار کنید. دستورالعمل های پیشرفته PLC ها دارند خب طبیعی هست وقتی برنامه نویسی هست خب دستورالعمل هم خواهیم داشت ولی رله ها ندارند. تغییر ساختار کنترلی برنامه مهمترین ویژگی PLC نسبت به رله ها و کنتاکتور ها هستش. در PLC اگه شما بخواید ساختار کنترلی برنامه رو عوض کنید این کار به سادگی صورت میگیره ولی در رله ها سخته یعنی دشواره چرا چون نیاز به تغییرات در سیم کشی ها دارید شما فرض کنید یه خط جدید میخواید احداث کنید در نتیجه ساختار تابلو برق باید عوض بشه در تابلو برق هایی که به صورت رله و کنتاکتوری هستند یعنی رله ها باید عوض بشن تایمرها کانترها و انواع اتصالات باید تغییر پیدا کنند ولی در تابلو برخ هایی که با استفاده از PLC طراحی شدن نیازی نیست ساختار تابلو برق رو عوض کنید کافیه که برنامه که به PLC میخواید بنویسید رو عوض کنید بر فرض مثال PLC شما چهار تا موتور رو داشت کنترل میکرد کرد چهار تا موتور نوار نقاله داشت کنترل میکرد حالا شما میخواید یه خط جدیدم احداث کنید قرار پنج تا موتور رو کنترل کنه کافی در واقع از خروجی PLC یه انشاب دیگه بگیرید برای موتور پنجم. اگه PLC این انشاب رو نداشته باشه خب میتونید از ماژول و کارت های افزایشی دیجیتال و آنالوگ استفاده کنید. خب این کار به سادگی در PLC ها صورت میگیره. ولی در رله ها همونطور که اشاره کردم نیاز به تغییرات در سیم کشی ها داره. خب تعمیر و نگهداری هم در PLC بسیار آسان هست ولی در رله ها به دلیل عملکرد مکانیکیشون استهلاک زیادی دارن در نتیجه نیاز به سرویس های دوره ای خواهند داشت. خب با توجه به این ویژگی ها همونطور که ملاحظه کردید پی ال سی ها بسیار بیشتر استفاده میشن در صنعت به دلیل ویژگی های قابل توجهی که اینجا دارن و در مقابل رله ها از مزایای قابل توجهی برخوردار هستند. با سلام مجدد در ادامه آموزش پیلسی میتزوبیشی در درس دوم میپردازیم به معرفی پیلسی های میتزوبیشی و پیلسی های سری FX. این بخش دوباره از چهار قسمت تشکیل شده که در بخش اول مقدمه در مورد پیلسی های برند میتزوبیشی خدمت شما توضیح خواهیم داد. در بخش دوم انواع پیلسی میتزوبیشی و مقایسه آنها رو خدمت شما توضیح خواهیم داد. بخش سوم را میپردازیم به معرفی PLC های سری FX که گسترده ترین نوع PLC های میتسوبیشی هستند و میپردازیم به معرفی ساختمان و اجزای PLC سری FX خب ابتدا میپردازیم به مقدمه کوتاه در مورد PLC های برند میتسوبیشی شرکت میتسوبیشی ژاپن یکی از تولیدکنندگان بزرگ تجهیزات اتوماسیون صنعتی شامل انواع PLC ها، مانیتور های HMI، انواع اینورتر ها، روبات ها و سایر تجهیزات اتوماسیون هستند. شرکت میتسوبیشی یک شرکت بزرگ در آسیا و جهان هستش. در نتیجه ارائه و آموزش PLC های میتسوبیشی هم حائز اهمیت هستش. در بخش دوم در این درس انواع PLC میتسوبیشی رو خدمت شما معرفی می کنیم. PLC های برند میتسوبیشی به چهار دسته اصلی تقسیم میشن که عبارتند از یک مدل مینی پی مدل کامپکت، مدل ماژولار و مدل گسترده. اولین نوع از پی ال های میتسوبیشی مدل مینی پی هستش. این سری از پی های شرکت میتسوبیشی که به سری آلفا معروف هستند کوچکترین پی این شرکت هستند. و یه سری ویژگی دارن که اینجا میخوایم خدمتتون معرفی کنیم. تصویرش رو هم اینجا ملاحظه میفرمایید. خب از جمله ویژگی هاشون دارای حافظه برنامه تا 5000 استپ هستن و قابلیت پشتیبانی از حد اکثر 28 تا ورودی و خروجی رو دارن و همچنین PLC به صورت یک پارچه و کامپکت هستش. یعنی چی؟ یعنی شما ورودی هاتون، خروجی ها، CPU، و منبع تغذیه همشون توی PLC جمع و جور شدن که به این صورت کامپکت بهشون گفته میشه. مدل دوم از PLC های برند میتسوبیشی مدل کامپکت هستش. تصویرش رو اینجا ملاحظه میفرمایید مدل کامپکت PLC که این سری از PLC ها همانطور که از اسمشان پیداست به صورت یک پارچه و جمع و جور و یا کامپکت هستند. یعنی منبع تغذیه ورودی خروجی سی پی او همشون در یک پی ال سی جمع جور شدن. این خانواده که اسمشون به خانواده اف ایکس مشهوره گسترده ترین نوع پی هستند سی هستن که دارای بیش از ده سری پی ال سی که هر سری خودش هفت تا مدل داره همچنین این سری از پی ال سی ها رکورددار بیشترین فروش رو در جهان دارن خب دوباره میپردازیم به ویژگی های این پی ال سی که اولین ویژگی حافظه برنامه نویسی تا 64000 استپ هست که نسبت به PLC ها در واقع پیلسی نوع اول یعنی نوع آلفا بسیار بسیار حافظهشون بیشتر هست پشتیبانی از حداکثر اکثر 512 ورودی خروجی دوباره نسبت به نوع اول اگه مقایسه کنیم در واقع ورودی خروجی هایی که پشتیبانی می کنن بیشتر هستش و حداکثر مدت زمان اجرای فرامین هم 34 نانوثانیه هست همچنین از انواع شبکه ها هم اینجا پشتیبانی می کنن این پی ها. مثلا شبکه های پروفینت، پروفی باس و سایر شبکه هایی که برای ارتباط پی با کامپیوترها و پی های دیگر انجام میشه. خب ویژگی آخری که دارن قابلیت اضافه کردن حداکثر اکثر 64 ورودی خروجی آنالوگ از سمت راست و 16 ورودی خروجی آنالوگ از سمت چپ رو دارن. همچنین پشتیبانی از ده ورودی انکودر با دقت 200 کیلوهرتز بدون نیاز به اضافه کردن کارت که این ویژگی بسیار حائز اهمیته یعنی بدون اینکه ما کارت و یا ماژول اضافه کنیم میتونه از 10 تا ورودی انکودر پشتیبانی کنه با دقت 200 کیلوهرتز که دقت خوبی هستش مدل سوم از PLC های میتسوبیشی مدل ماژولار هست خب به PLC هایی که به صورت ماژول ماژول و کارت به کارت کنار هم چیده میشن PLC های ماژولار گفته میشه به این تصویر توجه کنید نا کنید هر کدوم از اینا یک کارت هستن که به صورت جدا به PLC متصل شدن و به صورت یک پارچه در اومدن در واقع در این نو PLC ها هر کدام از قطعات مثلا CPU ورودی ها خروجی ها ورودی خروجی های آنالوگ در واقع ماژول های ارتباطی به صورت کارت هستند که در مواقع ضروری از آنها در برنامه استفاده میشه یعنی چی شما اگه به ورودی خروجی آنالوگ نیاز نداشته باشید میتونید این کارت رو بردارید یا بر فرض مثال اگه به کابل لن احتیاج داشته باشید تو برنامه حتما باید از این ماژول استفاده کنید خب این سری از PLC ها به سری L معروف هستند و با توجه به اینکه ابعادشون خیلی کوچیک هست و ساختار ویژه ای دارن بیشتر در سیستم های کنترل موقعیت و CNC استفاده شند در این قسمت دوباره ویژگی های این PLC ها و این مدل از PLC های میتسوبیشی رو می میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. خب دارای حافظه برنامه نویسی تا 260 هزار استپ حد اکثر 4096 ورودی خروجی و پشتیبانی می کنند. حد اکثر مدت زمان سیکل انجام فرامین 9.5 نانو ثانیه. ابعاد بسیار کوچیک و جمع و جور دارند. قابلیت پشتیبانی از انواع پورت ارتباطی. این پورت ها را هم پشتیبانی می کنن. شبکه اینترنت، یو اس بی، مموری، سی سی، لینک. خب مدل چهارم از پی ال های میتزوبیشی مدل گسترده هستش. مدل گسترده که تصویرش هم اینجا ملاحظه میفرمایید شبیه مدل ماژولار هست ولی یه تفاوت عمده و اساسی داره و همچنین این سری از PLC ها قدرتمندترین نوع PLC ها هستند و مانند اشاره کردم مانند PLC های ماژولار کنار هم به صورت کارت های جدا قرار می گیرند ولی تفاوتی که دارند این هست که شما در PLC های ماژولار در واقع هر کارت منبع تغذیهش رو یعنی برقش رو از کارت سمت چپ خودش میگیره یعنی مثلا این کارت رو تصور کنید این کارت اگه بخواد تغذیه بشه از این کارت سمت چپش تغذیه میشه و قرار میگیره اگه خطایی تو این کارت اتفاق بیفته قاعدتا این کارت هم بی برق خواهد شد و کار نخواهد کرد ولی در مدل گسترده ما یک واحد پایه بر روی رک پی ال سی داریم که به همه این کارت ها جریان و برق رو منتقل میکنه یعنی حتی اگه خطایی در هر یک از این کارت ها اتفاق بیفته کارت سمت راستش کار خواهد کرد و از کار نخواهد افتاد که این در واقع ویژگی این مدل از پی ال سی ها هستش این پی ال سی ها به سه خانواده هم تقسیم میشن سری A، سری Q و سری در واقع IQR که اینجا ملاحظه میفرمایید. حالا ویژگی هایی که این PLC ها دارن بهرهمندی از CPU هایی بسیار قدرتمند با قابلیت برنامه نویسی تا 1200 استپ بهبود بهرهوری و افزایش راندمان سیستم با قابلیت نصب و پشتیبانی از حداکثر 64 کارت اکسپنشن هستش. دارای سرعت پردازش بسیار بالا 98 صدم نانوسانیه حد اکثر تعداد 8192 ورودی خروجی و قابلیت پشتیبانی از انواع شبکه ها خب در بخش بعدی میخوایم PLC های سری FX که در واقع ما در این آموزش هم این PLC ها رو آموزش خواهیم داد در برنامه نویسی هم از CPU های این PLC ها به دلیل گستردگی و فراوانی استفاده خواهیم کرد. PLC های سری FX همون PLC های نوع دوم و مدل کامپکت بود که اشاره کردیم بهشون. خب این PLC ها در انواع مختلفی وجود دارن آخرین نسلشون نسل 5 FXU5 نسل 3 که انواع مختلفش رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید با شماره مدل‌های مختلف نسل 2 که در دو نوع N و NC هستند نسل یک که نوع N و نوع S داریم و سری های قدیمی تر PLC های FX که اینجا مدل های مختلفش هستش سری S, N, 2, 1 و خود FX خب من اینجا یه اشاره به این PLC ها به صورت مختصر می کنم بر فرض مثال نسل 5 PLC های FX تصویرش رو اینجا ملاحظه می فرمایید که آخرین نسل و پیشرفته ترین نسل است PLC های سری FX هستش این سری سه نسل سوم از سری FX تصویرش به این صورت هست نسل 2 که از نوع N هستش FX2N و نسل 1 دوباره از نوع N و نسل 1 از نوع S که اینجا تصویرش رو ملاحظه می‌فرمایید در بخش آخر از این درس میپردازیم به معرفی ساختمان و اجزای PLC FX. اولین بخش کانکتور مربوط به سیمکشی ورودی ها و خروجی ها هستش. اگه من یک PLC نسل دو از سری FX رو در نظر بگیرم، خب ورودی هاش در این قسمت هست و خروجی هاش در این قسمت. ورودی ها با حرف X نمایش داده میشن که اینجا هم مشخصه مثلا x0 x به ترتیب بالا پایین که می‌ریم 10 11 تا 17 و پایینی‌ها با حرف وای نمایش داده می‌شن خب y1 y2 y به این صورت تا وای 17 که این ورودی‌ها و خروجی‌هامون هستش که اگه بخوایم انشاب بگیریم و شستی وصل کنیم از این قسمت به ورودی‌ها وصل می‌کنی اگه مثلا بخوایم موتور وصل کنیم به PLC از این قسمت از خروجی ها بهش وصل می کنیم. خب LED های مربوط به مود های کاری PLC هم که اینجا در این بخش قرار دارن مود پاور، مود ران، انواع مودهای خطا رو داریم، مود باتری مثلا در مود خطا اگه برنامه با خطا مواجه باشه در واقع این دوتا با هم روشن میشن یعنی چراغ چهارم هر موقع خطا داشته باشید چه در اتصال چه در سی پیو، چه در برنامه نویسی این چراغ روشن میشه اگه پی سی تون در حالت ران باشه بر فرض مثال این چراغ روشن میشه که اینجا هم نمایش داده شده از نزدیک خب الیدی های مربوط به ورودی ها و خروجی ها رو داریم خب برای ورودی ها مشخصه که اینجا با حرف این نمایش داده شده در واقع این بخش مربوط به ورودی ها و این بخش مربوط به خروجی ها هستش شما بر فرض مثال اگه x 0 رو به یک شستی متصل کنید و شستی رو تحریک کنید اینجا LED مربوط به اون پای روشن میشه یعنی این LED x 0 که با صفر نمایش داده شده LEDش روشن خواهد شد یا در خروجی مثلا تو برنامه گفتید وقتی که شستی من وصل شد در خروجی موتور روشن بشه موتور رو هم بر فرض مثال به y 0 متصل کردید که اینجا اگه موتور روشن شد این وای صفر اینجا الیدیش هم روشن خواهد شد خب اینجا ماژول ها رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم مواقعی هست که پیش میاد در برنامه نویسی و در فرایند ها شما مثلا میخواید یه خط جدیدی احداث کنید و PLC که دارید تعداد ورودی و خروجیش محدوده یا بر فرض مثال نمیخواید خط احداث کنید شما میخواید دمای یک موتور یا محیط رو اندازه بگیرید و نیاز دارید که ماژول آنالوگ داشته باشید خب اگه خود PLC ماژول آنالوگ رو پشتیبانی نکنه در نتیجه شما نیاز دارید که یک کارت به PLC متصل کنید و ماژول آنالوگ بهش اضافه کنید در واقع این کارت هایی که اینجا متصل شدن برای این منظور استفاده میشن حالا مثلا من ماژول ورودی دیجیتال نیاز دارم تمام ورودی های پی رو استفاده کردم و الان نیاز به ماژول ورودی دیجیتال دارم اینجا من 8 تا ماژول دیجیتال برای ورودی ها استفاده کردم که با حرف این هم نمایش داده شده خب اینم مدلش هست اینجا ملاحظه میفرمایید ماژول ورودی دیجیتال یا تو برنامهتون به یه ماژولی نیاز دارید اسمش هم مشخصه ماژول بلوک های توابع خاص یه سری توابع هستن که حتما باید ماژولش رو اضافه کنید بعد تو برنامه فراخونی کنید که این ماژول مربوط به اون بلوک ها هستش خب حالا بر فرض مثال ماژول خروجی دیجیتال اگه نیاز داشتیم این یک PLC میتسوبیشی از نوع N هست نسل دو که اینجا هم ورودی داره هم خروجی این مربوط به ورودی و آوت مربوط به خروجی هستش و این هم ماژول خروجی دیجیتال هست. شما اگه بر فرض مثال توی PLC اینجا 17 تا خروجی داره و شما همش رو استفاده کردید. حالا برای اینکه خروجی 18 هم رو بخواید به برنامه و تابلو برق متصل کنید، نیاز هست که یک ماژول خروجی به برنامه اضافه کنید که اینجا ملاحظه می‌فرمایید. در درس سوم از آموزش PLC میتسوبیشی وارد محیط نرم افزار میشیم و میخوایم آموزش نرم افزار رو شروع کنیم. ابتدا قبل از هر چیزی من یک پروژه جدید رو باز میکنم. برای باز کردن پروژه جدید کافیه که از این قسمت منوی پروژیکت رو انتخاب کنید و از این بخش یک پروژه جدید که نیو پروژیکت هست تیکش رو میزنیم و همچین پنجری برامون نمایش داده میشه. در این پنجره تنظیمات سی را رو انجام میدیم نوع CPU، سری PLC و انواع تنظیمات دیگر زبان برنامه نویسی و محلی که میخواید ذخیره کنید رو اینجا انتخاب میکنید و پس از اون گزینه OK رو میزنید. همونطور که در بخش های قبلی هم اشاره کردم خدمتون در این آموزش به دلیل فراوانی و گستردگی بیشتر PLC های سری FX ما از CPU PLC های سری FX استفاده میکنیم. اینجا سی پیو های فراوانی وجود داره که در اسلایت های قبلی اشاره کردم بر فرض مثال سی پیو نوع A که اینجا نوع A همون مینی پی سی ها یا سری آلفا هستش نوع کیو که در بخش ماجول های در واقع پی سی های گسترده اشاره کردم خدمتون یا پی سی های کنترل موقعیت و سی سی که اینجا قرار دارن همشون و PLC سری FX که من FX رو انتخاب می کنم. خب حالا نوع PLC که اینجا من بخوام در نظر بگیرم از نسل صف تا نسل سه هستش. اگه بخوایم نسل 5 رو هم بر فرض مثال برنامهش رو بنویسیم باید نرم افزار XG 2 و XG Work 3 رو استفاده کنیم. خب این نرم افزار فقط تا در واقع نسل 3 پشتیبانی میکنه. حالا بر فرض مثال من به صورت پیشفرز اینجا سری N از نسل دوم رو انتخاب می کنم. خب دقت کنید دوستان ما در این آموزش برنامه ها رو می خواهیم شبیه سازی کنیم. در نتیجه مهم نیست. از هر کدوم از اینا می استفاده کنید. ولی اگه بخواید PLC به لپتاپ متصل کنید شما باید مدل همون PLC رو اینجا پیدا کنید. بر فرض مثال شما به PLC سری S از نسل اول دسترسی دارید و میخواهید با استفاده از خود PLC برنامه ها رو پیش ببرید و شبیه سازی نکنید به صورت عملی پیش ببرید برنامه ها رو در نتیجه دیگه شما نباید بیایید اینجا بر فرض مثال نوع N یا نوع C یا هر نوع دیگر رو انتخاب کنید شما حتما باید همون نوع رو انتخاب کنید که بهش دسترسی دارید ولی چون ما میخوایم آموزش ها رو شبیه سازی کنیم و از PLC مجازی نرم افسار استفاده میکنیم فرقی نمیکنه هر مدلی رو که بخواید میتونید در نظر بگیرید من به دلخواه یک مدل رو در نظر میگیرم نوع برنامه اینجا ازمون میخواد که زبان های برنامه نویسی هستش زبان لدر و زبان SFC که ما با استفاده از زبان لدر این آموزش رو خدمتون ارائه میدیم چون بسیار کاربردی هستش نسبت به زبان SFC و این بخش پایینی اگه من این تیک رو فعال کنم اینجا میتونید محل ذخیره پروژه رو تعیین کنید که این پروژه کجا ذخیره بشه حالا بر فرض مثال به دلخواه من این بخش رو دست نمیزنم و همون جایی که خودش در نظر گرفته پروژه ذخیره میشه خب اگه گزینه اوکی رو بزنم پروژه جدید برای من ایجاد میشه خب در این بخش یه پنجره که اینجا داریم محیط اصلی برنامه نویسی ما هست که محیط مین هست و یه بخش دیگه هم اینجا داریم پنجره مربوط به پروژه که باز کردیم و اینجا بلوک های پایه این شبیه سازمون هست که ما میتونیم با استفاده از PLC مجازی برنامه ها رو شبیه سازی کنیم و برای تست برنامه ها از این بخش و از این پنجره استفاده می کنیم. خب سایر بخش ها هم خدمتتون توضیح خواهیم داد. بر فرض مثال اینجا ما میتونیم اگه من این گزینه رو بزنم از زبان لدر به زبان SFC خواهد رفت که شما هم میتونید SFC برنامه ها رو بنویسید هم به صورت زبان لدر. اینجا مودهای های خواندن و نوشتن رو داریم مود رایت مود خواندن یا مود رید مود مانیتور و انواع مودهای دیگر اینجا شما اگه بخواید برای پایه هاتون کامنتی یا یه مطلبی بذارید یه عبارتی تعریف کنید از این بخش ها استفاده می کنید و از سایر بخش ها که اینجا ملاحظه میفرمایید فرمایید بلوک های پایه، لبه های بالا، پایین رونده، انواع انشعاب ها اینجا کلیت های باز، بسته، کویل ها که تک تکشون رو توضیح خواهیم داد خدمتون ابتدا اجازه بدید که من یک کلید باز اینجا تعریف کنم. نگاه کنید زمانی که من روی این کلید میزنم یه همچین پنجری برای من باز میشه. خب، اینجا من باید تعریف کنم. خب، من میخوام یه شستی استارت در ورودی تعریف کنم. برای ورودی ها از حرف LD استفاده میکنید. LD که استفاده کردید یه خط فاصله بینش میندازید و پس از اون، چون در ورودی میخوایم استفاده کنیم از حرف X در بخش قبلی هم ملاحظه کردید برای ورودی ها از حرف X و برای خروجی ها از حرف Y استفاده میکنیم در PLC های میتسو بیشی اینجوریه مثلا در PLC های زیمنس برای ورودی ها از حرف I و برای خروجی ها از حرف Q استفاده میکنیم خب پس از X حالا ورودی که میخواید استفاده کنید ورودی چندمه اگه من بر فرض مثال LDX0 وارد کنم یعنی پایه اول PLC رو دارم تحریک میکنم حالا من میتونم بر فرض مثال LD17 LDC ld 100 تا جایی که PLC میتونه پشتیبانی کنه حالا بر فرض مثال به دلخواه من اینجا چون میخوایم سازی کنیم و به PLC متصل نمیکنیم فرقی نمیکنه LD خط فاصله x0 اگه من اوکی رو بزنم خب اینجا ld x0 ملحوظ بفرمایید یک کلید باز اینجا برای من تعریف میکنه و نمایش میده که در PLC ال سی های اف پس از x3 تا 0 نمایش میده در نوع کیو اینجوری نیست در نوع کیو اگه x0 بزنید اینجا هم x0 براتون نمایش میده بر فرز مثال اگه من اینجا x یک تعریف کنم خب اینجا x سف سف یک نمایش میده اگه من بیام بر فرض مثال x 120 تعریف کنم x 120 تعریف میکنه حالا عرض خواهم کرد تا کجا میتونید این ادامه بدید در این قسمت در بخش پارامیترها اشاره خواهم کرد خب من یک بار دیگه اینو پاک میکنم دوباره اینجا کویل رو میزنم خب ldx صفر. توجه کنید الان اوکی رو بزنیم این LD اینجا نمایش داده میشه دوباره اوکی x 0 و اوکی خب دوستان توجه کنید من زمانی که میزنم x 0 یا حالا X0 که اینجا استفاده شد X1 اینجا نیازی نیست بیاید شما این کویل رو تعریف کنید چرا؟ چون خودش اینجا LD که بزنید میفهمه که منظور شما همون تیغه باز هست یعنی اینجا اینو هم بزنید خودش تعریف میکنه یعنی شما میتونید به دو طریق این کار رو انجام بدید یا از این بخش یا به صورت دستوری اگه بخواید دستور وارد کنید که در درس های بعدی اشاره خواهیم کرد LD حالا دستورهای مختلفی داریم که توضیح خواهیم داد هر کدومشون رو اینجا من میخوام فعلا این پایه ها رو توضیح بدم خدمتون در نتیجه از LD استفاده نمی کنی. دستورات رو در درس های بعدی توضیح خواهیم داد. خب اینو من پاک می کنم. دوباره اینو پاک می کنم. این تیغه رو دوباره میارم این کلید رو و اینجا LD نیاز نیست دیگه وارد کنید. همون اگه شما X0 بزنید خودش براتون به این صورت نمایش میده. شما میخواهید با استفاده از یک شستی در خروجی یک چراغی رو روشن کنید. برای خروجی ها باید از کویل استفاده کنیم که با F7 نمایش داده. اینجا ملاحظه می فرمید. اگه من F7 رو بزنم اینجا کافیه که بیام از حرف Y استفاده کنم و پس از اون شمارش رو وارد کنم. بر فرض مثال Y 0 از خروجی اول میخوام استفاده کنم. اوکی OK رو بزنم اینجا ورودی و اینجا خروجی برای من تعریف میشه. من میخوام با یک مثال ساده در واقع فرایند شبیه سازی و نحوه کامپایل کردن فایل ها در واقع اینجا خدمتون توضیح بدم. حالا برنامه رو که نوشتیم با استفاده از یک شستی میخوایم یک خروجی رو روشن کنیم. پس از اون ما باید بیایم از این بخش ملاحظه بفرمایید. Convert اینجا اینو میزنیم و اگه من تیکش رو بزنم دستور اینجا تبدیل شد یعنی کامپایل شد و پس از اون شما میتونید از این بخش فرایند رو شبیه سازی کنید. اگه من اینو بزنم البته برای شبیه سازی شما باید نرم افزارش رو نصب کنید. نرمافزارش رو نصب نکنید علاوه بر نرم افزار خود PLC میتسوبیشی نرم افزار شبیه سازش رو هم حتما باید نصب کنید تا این گزینه براتون فعال بشه. اگه نصب نکنید شما نمیتونید فرایندها رو شبیه سازی کنید یعنی خود نرم افزار این قابلیت رو نداره خب منتظر میمونیم عملیات رایت انجام بشه عملیات رایت انجام شد الان اینجا در مود مانیتور قرار گرفتیم در مود مانیتور میتونیم فرایندها رو به طور واضحتر، تر نحوه روشن و خاموش شدنشون رو ببینیم حالا برای تست برنامه شما یا میتونید بر روی خود پایه ها کلیک راست کنید و دیوایس تست رو بزنید یا میتونید از این بخش استفاده کنید که اینجا مشخصه دیوایس تست اگه من این گزینه رو فعال کنم یه همچین پنجری برای من باز میشه خب در بخش دیوایس باید آدرس اون پایه‌ای که میخواید تغییر بدید رو وارد کنید خب پایه من x سفر هستش البته میتونید اینجوری هم وارد کنید فرقی نمیکنه اگه من x صفر رو اینجا وارد کنم و روشنش کنم این در حالت روشن و این در حالت خاموش هست فعلا که خاموشه خب اگه من اینو روشن کنم انتظار دارم در خروجی y صفر روشن بشه من اینو روشن میکنم ملاحظه بفرمایید در مود مانیتور وقتی که x صفر روشن باشه جریان برق رو عبور میده و در خروجی وای صفر روشن خواهد شد. اگه من این ورودی رو خاموش کنم، ملاحظه بفرمایید دوباره خروجی من همزمان با اون خاموش میشه. خب، من از حالت ران خارج میشم. زمانی که از حالت ران خارج بشید، اینجا در مود خواندن قرار دارید، یعنی در مود رید. شما باید برای اینکه برنامه رو دوباره بخواید تغییر بدید در مود رایت قرار بدید اینو. خب حالا میتونید دوباره برنامه رو گسترش بدید. بر فرض مثال من میخوام اینجا یه خط جدید به برنامه اضافه کنم. برای این کار کافیه که F10 یا این گزینه رو فعال کنم و بیام اینجا ملاحظه بفرمایید اینو برمیدارم و یه ذره میام پایین تر. الان یه خط جدید برای من باز شد. یا نه شما نمیخواید به این طریق خط اضافه کنید میخواید به یه نحوه دیگه انجام بدید این کارو کافیه که روی خط دو یعنی لاین دو کلیک راست کنید این زرد لاین رو بزنید و اینجا خودش خط جدید براتون نمایش میده در این خط جدید من میخوام به صورت موازی با این شستی یک شستی دیگه قرار بدم نگاه کنید SF5 که اینجا ملاحظه میفرمایید برای این کار هست اگه SF5 رو بزنم و آدرسش رو بر فرض مثال x1 وارد کنم میاد به صورت موازی با x0 قرار میگیره این sf5 همونطور که ملاحظه میفرمایید دوباره من این کار رو انجام میدم در این قسمت اگه نگه دارم و sf5 رو بزنم و یه آدرس براش در نظر بگیرم اینجا به صورت موازی با این شستی قرار میگیره در ادامه خط همون برنامه که نوشتید شما میخواید یک کلید بسته قرار بدید کافیه که F6 رو بزنید براش یه آدرس در نظر بگیرید X2 بر فرض مثال اینجا نگاه کنید X2 به صورت بسته براتون نمایش داده میشه این خطهایی که اینجا ملاحظه میفرمایید به صورت عمودی و افقی هستند برای انشعاب هست اگه بخواید مثلا دو تا خروجی داشته باشید قبلش اگه من اینو بزنم به صورت عمودی اینجا یه خط برام میاره ملاحظه بفرمایید حالا اینجا من میتونم دوباره یه کویل قرار بدم مثلا من میخوام دو تا لامپ رو روشن کنم اینجا وای یک رو تعریف میکنم به این صورت شما الان دو تا خروجی دارید خب بخش های بعدی حالا اجازه بدید این برنامه رو من شبیه سازی کنم تا این لبه های بالا و پایین رونده هم خدمتون توضیح بدیم. من میام دوباره فرایند رو کامپایل میکنم پس از اون به مود ران میبرمش. خب عملیات رایت اینجا انجام میشه به PLC مجازی البته الان برنامه ما آماده ش...